اگر رژیم فاسد گذشته به مردم اجازه انتخاب میداد نیازی به انقلاب نبود. جشن 41 سالگی انقلاب در سایه بحران. در 60 دقیقه امشب میپرسیم آیا آنطور که حکومت ایران میگوید مردم همچنان همراه نظامند؟ این سوال من از یک پژوهشگر تاریخ معاصر و یک جامعه شناس خواهد بود. فرزند انقلاب که قربانی انقلاب شد. اگر صادق قطب‌زاده اعدام نمی‌شد، آیا مسیر تحول جمهوری اسلامی تغییر می‌کرد؟ پایان هفته ای کم فروغ برای نمایندگان ایران در لیگ فوتبال آسیا. فقط سپاهان برد. و خورشید برنده سیمرغ بهترین فیلم جشنواره فجر شد. شصت دقیقه زنده از بی بی سی در لندن. سلام، شبتون بخیر. جمهوری اسلامی ایران در شرایطی جشن 41 سالگی گرفت که در یکی از بحرانی ترین مقاطع تاریخش به سر میبرد. بحران اقتصادی ناشی از تحریم‌های سنگین، بحران مشروعیت ناشی از اعتراضات سراسری آبان که صدها کشته و هزاران بازداشتی به جا گذاشت، بحران در سیاست منطقه‌ای ناشی از کشتن قاسم سلیمانی توسط آمریکا، بحران در اعتماد عمومی ناشی از دروغگویی و پنهانکاری حکومت پس از سقوط کردن سرنگون کردن هواپیمای مسافربری اوکراینی. در چنین شرایطی حسن روحانی هشداری داد که به اعتقاد بسیاری مخاطبش آیت الله خامنه است. حسن روحانی گفت اگر حکومت گذشته به انتخابات آزاد و سالم تن می‌داد انقلاب نمی‌شد. آیا حکومت ایران راه یا راه‌هایی برای باز کردن این کلاف پرگره دارد یا به راهی بی بازگشت وارد شده؟ با دو مهمان در این باره گفتگو خواهیم کرد. اول گزارشی ببینیم از علی همدانی. از این بالا میلیون‌ها قاسم سلیمانی رو می‌بینم که در 41مین جشن پیروزی انقلاب با گام‌های استوار در مسیر هرچه قوی‌تر شدن ایران پیش می‌روند. تأکید بر انبوه بودن جمعیت هواداران نظام، همان خط همیشگی رسانه‌های حاکمیت برای روایت 41مین راهپیمایی سالگرد روی کار آمدن حکومت انقلابی در ایران. اکبر آمریکا! اکبر آمریکا! همان پرچم‌های همیشگی آتش زده شد، همان شعارهای همیشگی مرگ بر سر داده شد و تنها تفاوت تصاویر قاسم سلیمانی بود که به مجموعه چهره‌های مقدس و از میان رفته نظام اضافه شده. راهپیمایی طرفداران حکومت در 22 بهمن امسال در سایه تحولاتی که در چند ماه گذشته حکومت را لرزانده. اعتراضات ضد حکومتی سراسری در آبان ماه که به گفته عفو بین الملل دست کم 300 معترض با شلیک گلوله نیروهای امنیتی کشته شدند و هزاران نفر بازداشت. اعتراضاتی که جرقش با سه برابر شدن قیمت بنزین زده شد و خطاب به شخص اول نظام ادامه یافت. سمت و سویی که در موج بعدی اعتراضات هم باقی ماند، اعتراض به هدف قرار گرفتن یک هواپیمای مسافربری با موشک‌های سپاه که به کشته شدن همه سرنشینانش منجر شد. معترضان در ماه‌های گذشته همه تقصیرها را گردن یک نفر می‌اندازند، شخص رهبر و اجزای گوناگون نظام، حتی جناهایی که کوشش می‌کنند منتقد باشند را هم گوش به فرمان او می‌خوانند. در تظاهرات 22 بهمن امسال جناح‌های خودی حاضر بودند. حتی عده‌ای از اصلاح طلبان که مغضوب حاکمیت هستند با انتقاد از آنچه مصادره راهپیمایی 22 بهمن توسط بخشی از نظام نامیدند خواستار شرکت در آن بودند. همان حرف آیت الله خامنه‌ای در نماز جمعه که بعد از کشته شدن قاسم سلیمانی خواند و در سخنرانی اخیرترش. ممکنه یکی از شخص این حقیر خوشش نیاد. خب نیاد، عیب نداره. ایران رو دوست داره؟ کشورش دوست داره یا نه؟ باید در انتخابات شرکت کنه.
نکته ای که رادیو تلویزیون حکومتی هم در تمامی بخش‌های خبری خود کوشید آن را روایت کند. این محور که مشکلات عدیده اقتصادی، سیاسی و اجتماعی مانع از آنچه روگردانی مردم از نظام خواند نشده. امروز مردم جانانه به جشن 41مین سالگرد انقلاب اسلامی آمدند تا نشان دهند حساب برخی مشکلات، کاستی‌ها و کم‌کاری را از اصل انقلاب جدا می‌دانند و اجازه شادمانی به دشمنان این مرز و بوم نمی‌دهند. همان تصویری که حسن روحانی رئیس جمهوری هم کوشید آن را در سخنرانیش بگنجاند. سخنرانی در تضاد با آنچه روزهای اول انقلاب اسلامی گفته شد و در ادامهش انقلابی با محوریت اسلام و با ترجیح دین بر ملیت. در 41مین سالگرد روی کار آمدن نظام اسلامی در ایران، حسن روحانی صحبت از هزاران سال تمدن ایران کرد، مشابه حرفایی که محمد رضا شاه پهلوی میگفت و روحانیون با آن مخالفت میکردند. آمریکایی‌ها با هزاران سال تمدن ایران مواجهند. آمریکا با نظام مواجه نیست، آمریکا با دولت مردان مواجه نیست. خطاش اینه، آمریکا با 83 میلیون جمعیت ایران مواجهه. این اما همه آنچه نبود که حسن روحانی 10 روز مانده به انتخابات مجلس در ایران گفت. اگر رژیم فاسد گذشته به مردم اجازه انتخاب میداد، نیازی به انقلاب نبود. وزارت خارجه آمریکا بلافاصله بعد از این سخنرانی‌ها و اظهارات پاسخ حکومت ایران را داده. حرفای حسن روحانی را اعتراف او به آزاد نبودن و بی پایه بودن انقلاب در ایران خوانده و در رشته توییت‌هایی با یادآوری وعده‌های پیشوای انقلاب اسلامی در ایران، آیت الله خمینی تحقق نیافتنشان را به رخ کشیده. وعده رفاه بیشتر و عدالتی که بسیاری آن را زیر سوال می‌برند. تظاهرات 22 بهمن امسال شاید برای برخی نمایش قدرت حکومت به حساب آید، اما حتی به گزارش رسانه‌ها در ایران بحران‌های گوناگون و بی‌سابقه‌ای که جمهوری اسلامی با آنها دست و پنجه نرم می‌کند را حل نکرده. 23 بهمن 1398 ایران همان است که در ماه‌های اخیر بوده. التهاب، تلاطم و انسداد در عرصه سیاست داخلی و خارجی، در آستانه انتخاباتی که حکومت می‌گوید نیاز دارد تا مشارکت اکثریتی باشد برای وجه نظام. علی همدانی، بی بی سی. سعید معیدفر، استاد پیشین جامعه شناسی دانشگاه تهران از همین شهر با ماست. آقای معیدفر، خوش آمدید به برنامه. آیا فکر میکنید که نظام جمهوری اسلامی در مسیر بی بازگشتی قرار گرفته؟ نه، من هنوز فکر میکنم که با توجه اینکه به هر حال جمهوری اسلامی برآمده از یک انقلاب بوده و از آغاز انقلاب توانسته برنامه‌ریزی بکنه برای حضور مردم به شیوه‌های مختلف در روی انتخابات یا برای به اصطلاح حضور در راهپیمایی‌ها و یا مثلا تشکیل بسیج و مسائل مانند این، اگرچه به تدریج ریزش پیدا کرده و ما در شرایطی هستیم که تقریبا میشه گفت درصد بسیار بالایی از حامیان ریزش کردن، در حال حاضر من فکر میکنم که هنوز بخش‌هایی از جامعه هستن که اینها در واقع همچنان حمایت خودشون رو دارن با همه شرایطی که پیش آمده و به دلیل همین در واقع افراد و حمایت‌های اونها هستش که به نظر میرسه که جمهوری اسلامی و حاکمانش به هیچ وجه حاضر نیستن در مقابل اتفاقاتی که افتاده یا حوادثی که پیش آمده عقب نشینی کنن. بنابراین به نظر من هنوز پتانسیل‌هایی رو برای در واقع ادامه این وضعیت دارن، اگرچه من معتقدم که دیر یا زود این پتانسیل ها هم از دست خواهد رفت. چه عواملی ممکنه منجر به از دست رفتن این پتانسیل ها بشه؟ مهمترین عاملش ناکارآمدی این نظام هست، با توجه به اینکه بیش از 40 سال گذشته و متاسفانه هنوز که هنوزه ما در
میشه گفت پایین ترین سطح نیازهای جامعه نتونستیم این نیازها را پاسخ بگیم و هنوز مشکلات اقتصادی و امنیتی برای این کشور حل نشده و دائم به خاطر اون ما افراد رو ترغیب میکنیم که برای حفظ امنیت کشور و برای بقای وضعیت کمک بکنید و یا مثلا در صحنه حضور داشته باشید. به همین دلیل به نظر میرسه که نظام جمهوری اسلامی نتونسته به سطوح عالی‌تر نیازهای جامعه وارد بشه و نهایتاً آزادی‌های مدنی و در واقع انواع شکوفایی دیگه و ابعاد دیگه تحولاتی رو که یک جامعه نیاز داره برای بقایش، برای دوامش، اونها رو نتونسته فراهم بکنه. بنابراین به همین دلیل با میشه گفت فروکاستن به پایین‌ترین سطح نیازهای جامعه و عدم تواناییش برای رفع این نیازها و ایجاد نگرانی‌های فراوانی که به طور گسترده در میان مردم و بخش‌های عظیمی از مردم حتی حامیان سیستم وجود داره، به همین دلیل به نظر میرسه که هر چه جلوتر میریم این بحران کارآمدی خصوصاً در سطح اول نیازها میتونه کار رو به شرایط سخت‌تر بکشونه، همونطور که ما در آبان 98 دیدیم. آقای مهدفر، امروز حسن روحانی هشداری داده به نوعی و گفته که اگر که حکومت پیشین انتخابات سالم و آزاد برگزار می‌کرد انقلاب نمی‌شد. فکر می‌کنید که آیا با توجه به اینکه به هر حال انتخابات پیش رو همه شواهد نشون میده که انتخابات آزاد و سالمی نخواهد بود و حکومت اساساً داره در واقع تنگ‌تر و تنگ‌تر می‌کنه صحنه رقابت رو، فکر می‌کنید که آیا المان‌هایی در جامعه دیده میشه که نشون دهنده انقلاب احتمالی باشه؟ ببینید، من اگر بخوام یه مقایسه بکنم بین شرایط امروز با قبل از انقلاب، شاید بگیم مثلا وضعیت امروز ما با 2-3 سال قبل از انقلاب قابل مقایسه است. زمانی که به عبارتی این امکان وجود داشت که بشه اقدامی کرد و تغییراتی رو ایجاد کرد، قطعا همونطور که عرض کردم به دلیل اینکه نظام حاکم همچنان فکر میکنه که با اندک حامیانش میتونه ادامه راه بده، به همین دلیل با توجه به بحرانهای دیگه هم که در سطح بین المللی و داخلی داره و میخواد از یک انسجام درونی برخوردار باشه، انتخابات مجلس رو کاملا به سمت یک جانبه و یک جناحی پیش برده و خب قطعا در واقع این مقدمه ای هست برای اون صحبتی که ایشون بیان کرده. یعنی قطعا با این وضعیت موجود مجلس امروز از طرفی عزم حاکمیت رو برای ادامه همون راه گذشته نشون میده و از اون طرف در واقع مسیری رو که نهایتا به بن‌بست ختم میشه و میتونه اعتراضات رو گسترده تر بکنه و زمینه‌های فروپاشی سیاسی رو در کشور فراهم بکنه. متشکرم. سعید مهدفر، استاد پیشین جامعه شناسی دانشگاه تهران با ما. اما عباس میلانی، پژوهشگر تاریخ معاصر ایران و نویسنده کتاب نگاهی به شاه از پالو آلتو در ایالت کالیفرنیای آمریکا با ماست. آقای میلانی، شنیدید صحبت‌های آقای مهدفر رو و معتقدند که شرایط فعلی شبیه به 2-3 سال پایانی حکومت محمد رضای پهلوی هست. آیا شما هم چنین شباهت‌های تاریخی می‌بینید؟ اصلا متاسفانه قیاس به گمان من قیاس مال فارغه. شما اگر 1975 رو ملاک بگیرید، زمانی که مثلا شاه حزب رستاخیز رو ایجاد کرد، اقتصاد ایران یکی از شکوفاترین اقتصادهای جهان بود، مردم از امکانات آزادی فرهنگی برخوردار بودند، از امکانات مذهبی آزاد برخوردار بودند، حجاب اجباری نبود، بهایی ها از ابتدایی ترین حقوقشون محروم نبودند. این قیاس در واقع محل فارغ برای اینکه شاه و رژیمش تمام خواستهای مشروطه ایران رو به استثنای دموکراسی داشتن متحقق میکردن. اساس این رژیم، بنای این رژیم، فکر این رژیم نفی انقلاب مشروطه است. اساس این رژیم اینه که مردم صغیرند،
با ولایت فقیه انتخابات آزاد معنایی نداره. مردم چند بار سعی کردند که از طریق انتخابات، از طریق رأی دادن به خاتمی ها، به روحانی ها، به رژیم الغا بکنند که سقیر نیستند و حقشون رو میخوان. زنان سعی کردند الغا بکنند که مساوی هستند، حق مساویشون رو میخوان، نمیپذیرند. رژیمی که رهبرش میگه در آخرین صحبت جدیشون، گفت بحرانی وجود نداره، گفت رژیم بنده، رژیم جمهوری اسلامی برکت الهی است، اگر قدرش رو ندونید غضب الهی دچارش خواهید شد. با این وضع امید بستن به این که میشه این رو اصلاح کرد یا انتخابات مسئله رو حل میکنه، به گمان من گره بر باد زدن. حالا با توجه به اینکه رهبر ایران به نوعی در انکار این بحران هاست، ولی به هر حال این بحران ها بحران های واقعی هستند و وجود دارند، شما چشم انداز آینده رو چه میبینید؟ اولا من گمانم این نیست که مثلا تمام بحران اقتصادی ایران نتیجه تحریم هاست. تحریم ها بدون شک بحران اقتصادی ایران رو تشدید کرده، ولی اساس بحران اقتصادی ایران فساد و بیکفایتی این رژیمه. اگر این رژیم در دوران احمدی نژاد 700 میلیاردی که به بیت المال آمد به نابود نمی کرد، الان ایران شاید 150 200 میلیارد دلار در صندوقش وجود داشت و این خود این رژیم میتونست از این بحران به شکل دیگه عبور بکنه. اگر خروج سرمایه ها نبود، اگر این چپاول اقتصادی نبود، اگر برگماردن مدیرهای بیکفایت نبود، ببینید داماد فرمانده سابق سپاه چه کرده با اقتصاد ایران، اونها ریشه این بحران هست. تحریم ها تشدید کردن و متاسفم که دارو مثلا برای مردم ایران نیست، ولی گناه این رژیمه که این وضع اقتصادی رو ایجاد کرده. خود این رژیم میگه که میلیاردها دلار به مردم بودجه دادن، به خداشون بودجه دادن، برای دوا رفتن ماشین وارد کردن. تا اینو نپذیرن طبعا گذار از این بحران میسر نیست و نمیپذیرن. پس با این اوصاف این انسداد چطور قراره در واقع ازش عبور بشه یا اساسا میشه ازش عبور کرد؟ به نظر من میشه. ایران امکان این رو که از این انسداد خارج بشه داره. عده‌ای در داخل هستن که میفهمن که وضع موجود دیگه جواب نمیده. آقای روحانی جز اون دسته نیست متاسفانه، برای اینکه اعتبار سیاسیش رو از دست داده. ولی عده‌ای در داخل ایران هستن که میفهمن اوضاع بحرانی است و مملکت در خطر. رژیم حالا هر بلای سرش میاد بیاد، ایران، موجودیت ایران، تمامیت ارضی ایران، امکانات عظیم ایران در خطره. عده‌ای هم در خارج هستن، عده‌ای از ایرانیان که در خارج هستن متکی به خودشون هستن، نگران ایران هستن، میتونن ایران رو از این ورطه نجات بدن. ولی گام اول پذیرفتن این است که این انسدادی که شما میگید، نظام ولایت فقیه که منکر حاکمیت مردمه، جوابی برای این بحران نداره و باید به یک نظام متفاوتی که حاکمیت مردم رو، برابری زن و مردم، برابری ادیان و برابری اقلیت‌ها رو به رسمیت میشناسه گذار بکنه. آقای میلانی، گفتید که ایران شباهتی به چند سال آخر حکومت ممرضاشاه پهلوی نداره. اگر بخواید شبیه سازی تاریخی یا حتی معاصری بکنید، شرایط امروز ایران را یا میتونید شبیه به کشور دیگه یا مقطع دیگه در تاریخ ایران ببینید؟ در تاریخ ایران من مصداقش نمیدونم، برای اینکه ما در تاریخ ایران رژیمی به این اندازه جزمندیش نداشتیم. من مصداقشو در اروپای شرقی میبینم، مثلا در شوروی میبینم، مثلا در سالهای آخر دهه 80 که ایدئولوژی رژیم ورشکسته بود، مردم به ورشکستگی اقتصادی باور داشتن، یه عده آقازاده داشتن میچاپیدن، آقازاده های کمونیستا، آقازاده های رهبران حزب، و معلوم بود که رژیم به یک بحران جدی دچاره. یه پیرمردی هم رأس کار بود، با هواپیما این برانور میبردنش و 20 دکتر براش میبردن که مبادا در وسط راه بمیره. اون وضع شوروی با وضع امروز ایران به گمان من قابل قیاسه. ما رژیمی شبیه به این در تاریخ ایران نداشتیم، رژیمی که انقدر بر اساس توهمات با یقین فکر کنه که تمام مسائل دنیا رو میشناسه، تمام مسائل ایران رو میدونه و ولی مردم ایرانه. ببین، ما شاه داشتیم که میگفته من مسائل مملکت رو حل میکنم، ذل الله هستم، ولی حتی ناصرالدین شاه هم باور نداشت که مردم ایران کلن صغیرن و تنها کسی که صلاح مملکت رو میفهمه خودش
و مثلا ظل السلطانه. اینا الان این حرف رو دارن میزنن. با این نمیشه مسئله جامعه ایران رو حل کرد. 90% مردم ایران الان سواد دارن، به اینترنت وصلن. شما کی هستید برای مردم ایران تصمیم بگیرید و بگید اونها سخیرن و تنها راه نجاتتون اینه که بیاید به حرفای من بپذیرید، گوش بدید و اگر نپذیرید غضب خدا به شما دچار نازل خواهد شد. متشکرم از شما عباس میلانی، پژوهشگر تاریخ معاصر ایران با ما. ممنون. صادق قطب‌زاده مرد خوشپوشی بود که بعد از سالها زندگی در خارج از ایران در کنار آیت الله خمینی در پرواز انقلاب ایران بازگشت. بعد از پیروزی انقلاب سرپرست رادیو تلویزیون شد و بعد در اوج بحران گروگانگیری دیپلمات‌های آمریکایی وزیر امور خارجه. کم کم اختلافات او با روحانیون قدرتمند نزدیک به آیت الله خمینی بالا گرفت و منزوی شد. او بعداً به مبارزه جدی علیه حکومتی که خودش برای سرکار آمدنش تلاش کرده بود پرداخت و به جرم طراحی کودتا بازداشت و اعدام شد. زندگی پرفراز و نشیب قدساده دستمایه ساخت مستند سه قسمتی به نام فرزند انقلاب شد که همکارم فرشاد بیان آن را برای بی بی سی کارگردانی کرد. بخش سوم این مستند قبل از برنامه 60 دقیقه پخش شد که امیدوارم دیده باشید. انقلابی که به سربازان گل می‌داد برای وابستگان رژیم شاه ارمغانی جز گلوله ندارد. از فردای پیروزی قضات تازه‌کار مقام‌های سیاسی و نظامی را محاکمه می‌کنند. ده‌ها نفر در دادگاه‌های انقلاب به سرعت و بدون فرصت جدی برای دفاع به اعدام محکوم می‌شوند. احکام صادره بلافاصله اجرا می‌شوند. من یک بار در تهران مجادله سختی باش داشتم. بهش گفتم ما دوره شاه با همین کارا مخالفت میکردیم. اگر شما هم بخواید همون کار رو تکرار کنید، با شما هم در میافتیم. با شرمندگی اصرار داشت که بگه که کارای اونا مثل شاه نیست. خیلی موضع انقلابی داشت. میگفت اینایی که میبینی حقشون اعدام بوده، آدم کش و جنرال و اینجور چیزا بودن. دیگه صادقو نمیشناختم. اون آدمی که توی پاریس اونطور خودشو وقف اعتقاداتش کرده بود، حالا که به قدرت رسیده همه چی رو فراموش کرد و هیچی براش مهم نیست. maintenant qu'il avait du pouvoir il négligeait tout le reste et piétinait tout. اما برای بررسی بیشتر این موضوع محمد قائد نویسنده از تهران با ماست. آقای قائد کتابی در دست انتشار دارند به نام داستان آیندگان که در اون مقاله هست به نام انقلاب مفت، گاو در چینی فروشی، که به شخصیت و تاثیر اجتماعی آقای قطب‌زاده میپردازه و همچنین عبدالکریم لاهیجی فعال حقوق بشر و دوست صادق قطب‌زاده از پاریس با ما. خوش آمدید به برنامه آقایون. فرشاد بیان کارگردان مستند فرزند انقلاب معتقده که توصیفی که کسانی که از نزدیک آقای قطب‌زاده رو میشناختند متفاوت با کسانی که دورادور رو میشناختند. آقای قائد با شما شروع بکنیم. شما توصیفتون از آقای قطب‌زاده چطوره؟ در اون زمان در سال 57, 58 و 59 یک تصویر بسیار منفی بود در افکار عمومی ایران. چارلز دیکنز در آغاز رمان داستان دو شهر می نویسه بهترین زمان بود، بدترین زمان بود، عصر خرد بود، عصر حماقت بود، دوره ایمان بود، دوره ناباوری بود. من به نظرم دوره ایمان و دوره ناباوری که از تجلیاتش رو در شخصیت صادق قطب‌زاده میشد ببینی،
که در عین اینکه سراسر شور و ایمان بود ولی هیچ چیز رو باور نداشت، حتی حرفایی که خودش میزد. آقای لاهیجی، شما چطور توصیف میکنید آقای قدزاده رو؟ مستند هم گفتم صادق قدزاده اصولا یک ماجراجو بود. خودش در توصیف خودش میگه که من متخصص براندازیم، بنابراین. ولی اون چیزی که مهمه و باید بهش توجه بشه اینه که قطب‌زاده همچنان که آقایون بنی سعد و یزدی سالها بود که با آقای خمینی رفت آمد داشتن، افکار خمینی رو میدونستند، به نظریه ولایت فقیه خمینی اونها آگاهی کامل داشتن و بنابراین روانشناسی خمینی رو میدونستن که اون اهل تقسیم قدرت نیست و بنابراین وارد بازی قدرت با خمینی شدن، بلکه سهمی از قدرت رو هم بتونه به اونها بدهد که تا حدودی داد، ولی چون نمیخواستن در حال مقام و موقعیت خمینی به عنوان رهبر انقلاب، به عنوان ولی فقیه و اون کسی که فقط اوست که تصمیم بگیره بپذیرن، اینی که هر کدوم با یک در حال یا ناگزیر از استعفا شدند یا در حال جانشون هم در این راه از دست دادن، یعنی وارد یک بازی قدرتی شده بودند با کسی که اصلا اهل تقسیم قدرت نبود. آقای قدزاده به نوعی خودش رو در واقع مؤثر در به ثمر نشوندن انقلاب میدونسته و رو فرزند خودش میدونسته. آقای قائد، چقدر نقش آقای قدزاده تاثیرگذار بود؟ یعنی آیا اگر که قدزاده نبود انقلاب نمیشد؟ قدزاده یک، به طور دقیق اگر بخوام بگم، من یک بزن بهادر بود، یعنی آدمی که وارد هر جا و هر جریان و داستانی میشد بالاترین صندلی و میکروفون رو به دست می آورد و سعی میکرد همه رو تحت کنترل خودش در بیاره و ادعا بکنه که همه کار رو اون کرده. شما درباره انقلاب که میفرمایید، مسائلی که در ایران، حوادثی که جریان داشت سالهای دراز، اونها به جای خودش، قدزاده حتی موقعی که با هواپیمای ایر فرانس میخواستن برگردن ایران به خبرنگاره فرانسوی گفت و اونها رو قانع کرد و اون خبرنگاره نوشتن و بعدا در کتاب تکرار کردن که رفته هواپیمای ایر فرانس اجاره کرده و کرایه کرده. اصلا همچی چیزی صحت نداشت. من در همون زمان در پاریس بودم و آدم ها می رفتن به دفتر ایر فرانس در خیابون شانزلیزه و بلیت می خریدن و اینطوری نبود که ایر فرانس هواپیماش رو به دست و به اجاره قطب‌زاده در بیاره. حالا از این موضوع کوچیک اداری تجاری ساده می تونیم قیاس بکنیم که وقتی که اون خودش رو سازنده انقلاب میدونست و اسم این فیلم رو فرزند انقلاب گذاشتن، که البته به نظر من شاید پسر خالی انقلاب یا عمه‌زاده انقلاب مناسب تر باشه، اینا همه تصویرها و هیاهوهایی بود که خودش درباره خودش درست میکرد و سرانجام هم عمر خودش رو کوتاه کرد با این همه به جای رفتن دنبال شهرت بیشتر به بدنامی اکتفا میکرد. آقای لاهیجی، فکر میکنید اگر که آقای قدزاده اعدام نشده بود الان کجا ایستاده بود؟ به همون جایگاهی که مثلا شخصی مثل ابراهیم یزدی رسید. یعنی یادتون هست بعد از این که دولت بازرگان استعفا داد، به اونها اجازه دادند که یک دوره به عنوان نمایندگی مجلس در حال حضور داشته باشند و به مرور از صحنه سیاست و عرصه سیاست اونها رو کنار گذاشتن، به جایی که حتی حالا یا در حیات خمینی یا بعد از مرگ آقای خمینی یک سندی هم شاید به دستیاری احمد خمینی اختراع کردن بعد این که نهضت آزادی، یعنی کسی که رئیسش حکم نخست وزیری از خمینی گرفته بود، اینها اصلا ضد انقلاب هستن یا حتی اصلا مسلمان نیستن. یعنی میخوام بگم که قدزاده منتها کسی نبود که به این حد راضی باشه. چیزی که به شخص من، یعنی آخرین دیداری که من با اون داشتم بعد از حدود 2 سال که ارتباط ما قطع شده بود به خاطر همون در حال تغییر شخصیتی که قدزاده در ایران ازش من و بسیار دیگه از مردم دیده بودیم،
و خب چون خیلی اصرار داشت من رو ببینه و در اون جلسه هم گفت که باید تا آخر این خط بره، برای اینکه حق خودش میدونستش که این انقلاب رو که او کرده بود از حلقوم کسانی که از در حال دست او و شاید یه عده‌ای دیگه خارج کرده بودن بیرون بکشه. و خب مشخص بود که حالت یک قمارباز دیگه به آخر خط رسیده و باید هرچی سرمایه داره که اون سرمایه هم جانش بود در این راه بگذاره. آقای قائد، شما فکر میکنید که اگر که سرنوشت جور دیگه رقم خورده بود و آقای قدزاده اعدام نشده بود الان در چه شرایطی بود؟ گفتنش دشواره، ولی فکر میکنم راهی که قدزاده در پیش گرفته بود سرانجام به یک مرگ طبیعی نمیتونست ختم بشه، یعنی همه یا هیچ، و این حالتی که من درست کردم و مال منه، مثل آدمی که در یک تجارتخونه شاگرده و بعد میره خودش یک تجارتخونه دیگری درست میکنه، مستقلن به کسب و کار میپردازه. بعد این شخص ادعا میکرد که این انقلاب دزدیده شده، هایجک شده، به سرقت رفته و من حالا میرم دو مرتبه یک انقلاب دیگری ایجاد میکنم، درست مثل این که یک شعبه مغازه یا یک تجارتخونه میخواد درست بکنه. بعیده یک همچین آدمی بتونه به بازنشستگی طبیعی برسه و به اصطلاح سر سالم به گور ببره. بنابراین اون به بدنامی و ترکیب بدنامی و شهرت که البته بیشتر به نظرم بدنامی بود رسید و به جایی نمیتونست برسه. واقعا نه اون کاری بود در اون قضایا تا اون حدی که فکر میکرد، نه کارگردان بود، فقط یک بزن بهادر بسیار شلوغ بود، البته با بهترین کت شلوارایی که اون موقع در ایران پیدا میشد. آقای لایجی، این سوال یکی از بینندگان برنامه 60 دقیقه است که پرسیدن که به نظر شما یا آقای قطب‌زاده نگرانیش تغییر مسیر انقلاب بود یا اینکه چون احساس حذف شدن میکرد تلاش کرد برای کودتا؟ مسلم به دلیل دوم، برای اینکه قطب‌زاده نمیخواست در حال از عرصه سیاست به این زودی کنار گذاشته بشه، به خاطر همین هم میدین کاندیدا ریاست جمهوری هم شد. خب با انتخاب نشدن دیگه راهی براش نمونده بود، بنابراین باز سعی کرد که از طریق گرفتن امتیاز روزنامه به یک صورتی دو مرتبه، چون قطب‌زاده خیلی هم تنها بود، برای اینکه بعد از 18 سال که در خارج از ایران بود غیر از برادراش و مادر پیرش کسی رو نداشت، بنابراین به اون صورتی هم که متاسفانه کارنامه دو ساله اون در ایران در مردم ایجاد نفرت و انزجار کرده بود، بنابراین امکان این که از اون طریق هم بتونه یک گروه و حزبی رو برای خودش درست کنه نبود، و بنابراین یک تلاش ها کوشش هایی کرد برای راه انداختن روزنامه و و و، ولی بالاخره تنها راهش این بود که به یک ریسکی و یک خطری دست بزنه، برای اینکه بلکه بتونه به این صورت دو مرتبه قدرت و به تعبیر سعیده سیرجانی قدرت خانم را از آن خودش بکنه. خب در این راه متاسفانه جان خودش رو هم گذاشت. آقای قائد، مفهوم انقلابی بودن از اون دوران پیش از انقلاب تا الان به نظر شما چقدر تغییر کرده؟ آقای قدزاده زندگی داشت که شاید با اصول اسلامگرایانه حاکمیت خیلی همخونی نداشت، اما همزمان یک شخصیت انقلابی بود. آیا فکر کنید که حاکمیت در حال حاضر چنین شخصیت‌های انقلابی رو برمیتابه؟ از یک جنبه رفتن با سر در طوفان و استقبال کردن از ماجرا همچنان ادامه داره در جامعه ما، همچنان که در قرن بیستم هم تعقیب کردن ماجرا و بی‌پروایی در واقع رایج بوده. اما اینی که قطب‌زاده واقعا به چیزی یا کسی اعتقاد داشت یا اصولاً اساسا اصولی داشت، نظریه‌ای داشت، من فکر نمی‌کنم. قطب‌زاده سخنرانی می‌کرد بدون اینکه سخنران باشه، می‌خواست روزنامه بیرون بده بدون اینکه نویسنده باشه، توقع داشت درباره‌اش کتاب و مقاله نوشته باشه. من فکر می‌کنم حتی مقاله روزنامه و مجله نمی‌خوند، شاید خبرش رو می‌خوند و کتاب اصلاً و ابداً. بنابراین اون بحثی هم که میکرد درباره اسلام و دین و انقلاب و اینا
بیشتر موضوعای فصلی و موضوعای هیجانی بود که همه دربارش صحبت میکردن. اونم فکر میکرد که حالا تو این بازار مکاره اون هم میتونه جنسی عرضه بکنه و فروشنده خوبی بشه. بله، اگر میفرمایید که الان هم اون روحیه وجود داره، متاسفانه وجود داره، چون جامعه همینطور محکوم به این که به دنبال دگرگونی و تغییر و طوفان بره بدون اینکه مطمئن باشه که اصولا در چه جهتی داره حرکت میکنه. آقای لاهیجی، آیا شما هم چنین تحلیلی دارید؟ جامعه کماکان طوفانیه؟ خب ببینید، نخست بذارید اضافه کنم که اگر گفته آقای قائد رو بپذیریم، یعنی تمامی کسانی که چهار دهه گذشته در ایران به گونه‌ای در همچنان بر قطار حکومت و به اصطلاح قدرت سوار بودند، اونها از نظر شخصیت، از نظر اطلاعات، سواد، گذشته در حال حرفه‌ای یا سیاسی وضعیت بهتری از آقای قدوه داشتن. من نمیخوام بگم همه، ولی کسانی هم بودند که به مراتب همتراز قدوه بودند یا از قدوه هم عقبتر بودند، ولی چون مشکلی برای رژیم نیافریدند و پروسه گوش و چشم بسته اطاعت کردند، بنابراین همچنان محبوب بودند و در قدرت شرکت داشتند. ولی از نظر شرایط انقلابی، خب من فکر نمی کنم که الان شرایط با سالهای 56-57 قابل مقایسه باشه، نه از نظر اجتماعی، نه از نظر اقتصادی، نه از نظر وضعیت حکومتی که درست هر روز با یک نابسامانی بیشتری مواجه هستند، ولی فکر میکنم هنوز در این حکومت حدود 10-15-20% طرفدارهایی وجود داره که برخلاف طرفدارهای شاه که به گفته خود شاه قبل از این که اونها شاه از ایران خارج بشه، اونها از ایران خارج شدند، بخش بزرگشون، منظورم سران و مسئولان دولت بود، اینها تا قطره خونشون حاضرن در پای این حکومت و در پای این رژیم بریزن و بگذارن، برای اینکه راهی و جایی برای رفتن و فرار ندارن. متشکر از هر دوی شما، عبدالکریم لاهیجی فعال حقوق بشر و محمد قائد نویسنده. هر سه قسمت مستند فرزند انقلاب به کارگردانی فرشاد بیان روی وبسایت بی بی سی فارسی قابل دسترس، توصیه میکنم که این مستند رو از دست ندید. حسن روحانی امروز در سخنرانی 41مین سالگرد انقلاب اسلامی گفت تا پایان سال تولید روزانه گاز ایران به 1,000,000,000 متر مکعب خواهد رسید. رئیس جمهور ایران این مسئله را دستاوردی افتخارآمیز خوانده. اما ایران زیر سایه تحریم‌ها و در اختیار نداشتن فناوری لازم چه اندازه قادر است از این منبع انرژی طبیعی درآمد ایجاد کند؟ گزارشی ببینیم از شبنم شب. چرا ملت ایران در 41 سال پیش انقلاب را انتخاب کرد؟ 41مین سالگرد انقلاب ایران. اقتصاد کشور زیر فشار تحریم‌های آمریکا و مشکلات بنیادی داخلی کوچکتر شده. انقلاب اسلامی ایران. رئیس جمهوری ایران اما در سخنرانی امروزش از رشد تولید گاز گفت. من یک خبر افتخارآمیزی که البته به طور رسمی در پایان امسال اعلام میشه، همینجا به ملت بزرگ ایران اعلام بکنم. در روزی که دولت 11 شروع به کار کرده، تولید گاز ما 625,000,000 متر مکعب در روز بوده. ملت بزرگ ایران، پایان امسال تولید گاز کشور به 1,000,000,000 متر مکعب در روز خواهد رسید. جدا از بحث افزایش یا کاهش تولید، ایران در چند سال گذشته میدان‌های گازی جدید هم کشف کرده. با اهمیت‌ترین شاید میدان گازی ارم باشد که در مهر گذشته جزئیات کشفش منتشر شد. میدانی در 25 کیلومتری جنوب غربی شهر خنج استان فارس با مخزن یک پارچه که شرکت ملی نفت و گاز ایران میگوید ارزش تخمینی گاز و میعانات گازی قابل برداشت از آن حدود 40 میلیارد دلار خواهد بود. ایران بدون ارم هم دومین دارنده منابع عمده گاز طبیعی جهان بود.
وضعیت منابع گازی در ایران شاید بسیار عالی باشد، اما پرسش اصلی درباره بهره ایران از آن است. تولید روزانه 1000 میلیون متر مکعب گاز معادل تولید روزانه 6,250,000 بشکه نفت خام است. رقمی قابل توجه اگر وعده حسن روحانی تا آخر سال محقق شود. با این حال ایران زیر سایه تحریم و نبود فناوری روز در سال میلادی گذشته تنها توانسته 1.8% گاز مصرفی جهان را تأمین کند. دو تا نکته رو میبایست ابتدا روشن میکردن، که ابتدا اینکه چجوری این گاز رو میخوان استخراج کنن، اون توانمندی و نیروی که لازم هستش و یا تکنولوژی که لازم هستش رو یا دارن یا ندارن، که این مشکل اصلی هستش که تا به حال هم نرسیدن. باید بگن که اگر الان داریم از کجا آمده، چون شرکت هایی که واقعا توانمندی لازم رو دارن و تکنولوژی لازم رو دارن در حال حاضر با ایران کار نمی کنن. نکته بعدی این که خب حالا اگر این گاز رو هم حتی به یک شیوه یا آوردن بالا، مشتریش کی هستش، به کی میخوان بفروشن؟ این دوتا بعد اول مشخص میشه، تا اینکه بخوان صرفا بگن آره گاز مشخصن در حال حاضر ایران در صاحب بزرگترین ذخایر گازی جهان هستش. در این مورد هیچ نیازی نیست که خبر خوبی داده بشه، خبر این خبر رو همه میدونستن. دسترسی نداشتن به فناوری روز موجب میشود میدانهای گازی ایران با افزایش عمرشان، با افت فشار هر روزه و در نتیجه کاهش تولید روبرو شوند. نکته ای رو که واسه توضیح بدم بگن که ما از کجا اون توانمندی رو پیدا میکنیم، چه شرکتی میاد بهشون کمک بکنه که بتونه این گاز رو استخراج بکنه، و بعد حالا اگه گاز رو استخراج کردن به کی میتونن بفروشن. اگه اینها رو مشخص بکنن، این میشه تقریبا میشه خبر خوب، و متاسفانه اینها نیستش. ایران زیر خاکش گنج با ارزشی از جنس گاز طبیعی دارد، اما دستاندازهای سیاسی چند دهه گذشته تا امروز بزرگترین مانع بهره بردن از آن بودند. شبنم شعبانی، BBC. سازمان بهداشت جهانی هشدار داده ویروس کرونا تهدیدی جدی برای سراسر جهان است. در آغاز نشستی دو روزه در ژنو، مدیر این سازمان گفت واکسن کرونا جدید ممکن است ظرف 18 ماه آماده شود. در چین ظرف یک روز بیش از 100 نفر بر اثر ابتلا به ویروس کرونا جانشان را از دست دادند. در کل بیش از 1000 نفر کشته شدند و تعداد مبتلایان هم به فراتر از 42,000 نفر رسیده. در پی انتقادات از دولت چین، چند مقام عالی رتبه برکنار شدند. باران عباسی گزارش می‌دهد. رقص پزشکان و بیماران در بیمارستان تازه تأسیس ووهان. تلاش برای روحیه بخشیدن به مبتلایان به ویروس کرونا، بیماری که بیش از 1000 قربانی گرفته و شمار مبتلایانش هم از 40,000 نفر گذشته، بیشترشان در چین. با افزایش تعداد جانباختگان و پیدا شدن ردپای کرونا در دیگر کشورها، سازمان بهداشت جهانی در ژنو نشستی دو روزه برگزار کرده. اولین واکسن ممکنه تا 18 ماه دیگه آماده بشه. در حال حاضر باید از هر سلاحی که در دست داریم برای مبارزه با این ویروس استفاده کنیم تا دوره آماده شدن واکسن تموم بشه. تلاش برای یافتن پاسخی به سوالهای بیشمار، اینکه ویروس چگونه منتشر می شود، چرا بعضی نسبت به آن آسیب پذیرترند و منشأ کرونا جدید چیست. در گذشته ویروس های مشابهی در خفاش ها دیده شده، اما ویروس از خفاش مستقیم به انسان منتقل نمی شه، چون انسان تماس چندانی با خفاش نداره. بنابراین احتمال اینکه یک حیوان دیگه این وسط بین انسان و خفاش عامل انتقال بوده وجود داره. ما نمیتونیم هزاران حیوان را آزمایش کنیم، بنابراین باید دنبال سرنخ‌هایی باشیم که این حیوان خاص از چه نوعی بوده. تحقیقی که در چین با ورود متخصصان سازمان بهداشت جهانی سرعت گرفته. همکاری با کارشناسان محلی برای شناسایی بهتر این ویروس. ما می‌خوایم بیشتر درباره این ویروس اطلاعات جمع کنیم. اینکه کارشناسان چینی تا به حال چه تحقیقاتی انجام دادن و تجربهشون در مقابله با این ویروس چی بوده. از مردمی که مبتلا شدن تا ارشدترین مقام‌ها، ما می‌تونیم از این اتفاق درس‌های زیادی بگیریم. خیابان‌های دود گرفته پکن همچنان خلوتند، هرچند که تعطیلات سال نو چینی رسما تمام شده.
دولت چین زیر انتقادها از نحوه مدیریت بحران شماری از مقام‌های ارشد استان هوبی را برکنار کرده، جایی که ویروس برای اولین بار دیده شد. دوشنبه در چین مرگبارترین روز از زمان آغاز انتشار کرونا بود، با مرگ بیش از 100 نفر. اما کارشناسان میگویند سرعت ابتلا به بیماری 20% پایین آمده. برای پنجمین روز متوالی شمار موارد تازه ابتلا نسبت به روزهای قبل کمتر شده. کرونا حالا در 24 کشور دیگر هم دیده شده با بیش از 300 مبتلا. اینجا در نیویورک رباتی که به رهگذران درباره این بیماری هشدار می‌دهد. یادآوری نشانه‌های ابتلا و روش‌های جلوگیری از آن. تلاشی برای جلب توجه کسانی که شاید هنوز از خطر این ویروس بی خبر باشند. باران عباسی، بی بی سی. ساعت پیش هفته اول لیگ قهرمانان آسیا برای نماینده های ایران به پایان رسید و به جز سپاهان اصفهان که نمایش فوق العاده ای داشت، این هفته خوبی برای ایرانی ها نبود. به خصوص برای پرسپولیس که در دوحه جلوی حریف قطریش دست و پا بسته بود. پوریا جعفری گزارش میده. سپاهان که در سالهای اخیر جز موفق ترین تیم‌های ایران در لیگ قهرمانان آسیا بوده، تورنمنت امسال را عالی شروع کرد. زردهای اصفهان که در جنوب امارات ابوظبی امارات متحده عربی با العین بازی می‌کردند، در همون نیمه اول با گل محبی، ستاره جوان و ملی پوش خودشون جلو افتادند. هنوز یک دقیقه شروع نیمه دوم نگذشته بود که استنلی کیروش یکی از آسان‌ترین گل‌های فوتبال حرفه‌ای خودش را زد و نتیجه را 2-0 به نفع نماینده ایران کرد. 5 دقیقه بعد باز هم سپاهان به گل رسید. آقایی که پاس گل اول رو هم داده بود، این بار لقمه را برای سروش رفیعی آماده کرد و او هم توپ رو دور از دستان دروازه‌بان العین به تور چسبوند. و امیر قلعه‌نویی خوشحال از اینکه تیمش داره در آسیا نتیجه میگیره. فرصت برای یک گل دیگه هم بود. محمد طیبی مدافع سپاهان با این ضربه سر قوسی یکی از بهترین نتایج خارج از خانه تیم‌های ایرانی در لیگ قهرمانان آسیا رو رقم زد. العین امارات 0، سپاهان اصفهان 4. اما پرسپولیس قهرمان ایران در دوحه با حریف نوع دیگری روبرو شد. الدوحل که امسال از مدعیان قهرمانی آسیا خواهد بود. دقیقه 5 دفاع پرسپولیس که به هوای اوت شدن توپ ایستاده نگاه میکرد مجازات شد با گل ماریو منجوکیچ، مهاجم معروف کروات الدوحه. یک روب هم از این بازی نگذشته بود که الدوحه اندوخته خودش رو دو برابر کرد. ادمیلسون جونیور برزیلی روی اشتباه جایگیری دفاع دروازه‌بان پرسپولیس نتیجه رو 2-0 کرد. در نیمه دوم پرسپولیس بهتر شد، به خصوص با اومدن آنتونی استوکس به جای علی پور. اما شوت‌های استوکس ایرلندی در نیم ساعت پایانی نتونستند در نتیجه تغییر ایجاد کنند. پرسپولیس که با این شکست 2-0 کار سختی برای صعود از گروه داره، حالا داره روی بازی هفته آینده مقابل شارجه متمرکز میشه. پوریا جعفری، بی بی سی. 38مین جشنواره فیلم فجر در ایران امشب با برگزاری یک جشنواره پرحاشیه تمام شد. امیر آقایی بهترین بازیگر مرد، نازنین احمدی بهترین بازیگر زن و فیلم خورشید بهترین فیلم این دوره جشنواره سینمایی ایران بود که علی‌رغم بحث تحریم در سالن میلاد تهران برگزار شد. سیمرغ بلورین بهترین فیلم اهدا می شود به تهیه کنندگان فیلم خورشید، آقایان امیر بنان و مجید مجیدی. همکارم مریم ذاتی در استودیو با ماست. مریم، همونطور که انتظار می‌رفت، به هر حال جشنواره هم در خود دوره جشنواره هم در اختتامیه‌اش پرحاشیه بود، از جمله اینکه در بخش‌هایی از صحبت‌های داوران و برندگان صدا و سیما سانسور کرد حرف‌هاشون رو. خیلی عجیب بود، برای اینکه اگر می‌خواستی این مراسم رو دنبال بکنی خیلی سخت بود، باید دستگاه‌های مختلف می‌داشتی، از طرق مختلف، از سایت‌های مختلف، از لینک‌های مختلف، بلکه بتونی ببینی
که دقیقاً کی داره چی میگه، در صورتی که قبلا گفته بودن صدا و سیما قراره شبکه نمایش قراره این رو مستقیم پخش بکنه، خیلی جاهایی که دقیقاً آدم می‌خواست ببینه که چی میگن و به نظر می‌رسید که مقدار حساسه و صدا و سیما احتمال میداد که خط قرمزهاش رو رد بکنه کسی که داره حرف میزنه، این صحبت‌ها متوقف می‌شد. به عنوان مثال مثلا خانم طاهرپور داشت صحبت می‌کرد از اعضای داوران، از یکی از داوران این دوره از جشنواره هست، اومد گفتش که در مورد تحریم، مثلا کلمه تحریم من شنیدم، اومدم گوش کنم که ادامه‌اش چیه، بلافاصله از روش رد شد. بریم با هم دیگه گوش کنیم صحبت‌هاشو. فیلم ساختن جان‌های ما اثر بی‌اعتنایی به وقایع تلخ اجتماعی و یا وضعیتی که سینمای ایران داره نیست، اثر اعتنا به سینمای ایران، فدای سینمای ایران و نسل جوان فیلمسازیه که داره از راه میرسه، پرقدرت، با دانش، با تسلط و با هنرهای شایسته تحسین، که این امیدبخش آینده روشنی برای فرهنگ و هنر سرزمین ماست. مریم، این آیا اون چیزی که از صدا و سیما پخش شد؟ نه، دقیقاً خواستم به همین نکته اشاره بکنم. در عصری که عصر شبکه‌های اجتماعی هیچ صحبتی پنهان نمیمونه، کسایی که اونجا حاضر هستن و حضور دارن، موبایل‌های متعددی که داره فیلم میگیره، خب اینها رو جاهای مختلف آپلود میکنن و مردم میبینن. این هم از همون جمله بود. من این رو همون موقع که داشتم پخش زنده این شبکه نمایش رو میدیدم نشنیدم، ولی در سایت‌های دیگه آپلود شده بود. در صورتی که این رو هم تاکید بکنم که خانم طاهرپور مخالف تحریم بود و صحبت‌هاش میتونست به نفع همفکران صدا و سیما باشه، ولی ما این رو نشنیدیم. ولی این تنها مورد نبود. به مورد بعدی، در مورد امیر آقایی میخوام اشاره بکنم که جایزه بهترین بازیگر مرد رو گرفت. امیر آقایی اومد، خیلی خوشحال بود، تشکر کرد، در بخش آخر حرفاش گفت من میخوام یه نکته‌ای رو بهش اشاره بکنم، باز به اصطلاح پخش صدا و سیما این بخش رو سانسور کرد، ولی از جاهای دیگه باز دسترسی بود به صحبتاش. این رو هم بریم با هم دیگه بشنویم. در انتها فقط یک دلگیری رو فقط در حد چند ثانیه باهاتون در میون بذارم. چندی پیش خانومی از رسانه ملی اظهار کردند که اگر کسی ناراضی است بره. رفتن رو به کسی خطاب میکنن که آمده باش، ما که نیامده بودیم، ما بودیم، ریشه در خاک سرزمینمون. مریم، عجیبه، برای اینکه به هر حال حرفی که آقای میزنم خیلی چیز در واقع خط قرمز شکن صدا و سیما نیست، اما حتی همین هم سانسور شد و تنها، بازم این تنها مورد سانسور نبود. دقیقاً همین، همونجوری که اشاره کردم، اون جاهایی که احتمال میدادن کسایی که روی صحنه میان ممکنه چیزی بگن که به مذاقشون خوش نیاد، به نظر من قطع میکردن این صحبت ها رو. به قول تو این تنها مورد نبود، مورد دیگه باز به یکی از داورا مربوط میشه. سعید راد روی صحنه رفت و در مورد تحریم ها صحبت کرد، اون هم باز دوباره بر ضد تحریم ها بود. با هم بریم بشنویم که چی گفت. تعجب میکنم استادان بزرگی مثل آقای مجید مجیدی، مثل آقای امیررضا درویش، مثل آقای ابراهیم حاتمی‌کیا، که من از و ببخشید استاد مسئول کیمیایی، من از دست تمام این استادا جایزه گرفتم و براشون کار کردم و یاد گرفتم. چرا نیستن؟ آقای مجیدی هستن آقای راحت. بله، آقای مجیدی استادم. آقای مجیدی آخه این شخص نمیتونم من کار کنم، چون با شکوه با بچه ها کار میکنم. من واقعا ناراحت میشم. ما اصلا قهر یعنی چی؟ برای چی ما داریم گارد میگیریم؟ کجای دنیا برامون دست دادن جز اینجا؟ روی این سن میدونی چه کسانی افتخار دارن؟ مریم، مشخص بود که به هر حال جو تحریم و موجی که قبل از جشنواره ایجاد شد سایه انداخته بر مراسم امشب. دقیقاً همینطوره. کسانی که مخالف تحریم بودن حرفشون این بود که بهتره که بیایم تحریم نکنیم، برای اینکه اولا جوان‌ها تنها جایی هست که میتونن کارهاشون رو عرضه بکنن. البته ناگفته نمونه که یک موج جوانگرایی دیده میشد در جشنواره و در اختتامیه این رو میتونستی ببینی. جوایز رو به ریز میتونن مخاطبان ما برن ببینن که کی چه جایزه گرفت، ولی به طور کلی که من نگاه میکردم، کسانی که جایزه دریافت کردن عمدتاً جوان بودن و این جوانگرایی واقعاً دیده میشد. اون کسانی که
تحریم نکنید، اینجا تنها جایی هستش که میتونید عرضه کنید کارهاتون رو، دفاع میکردن از اینکه میتونید حرف بزنید، پیامتون رو بیارید اونجا. آقای حاتمی کیا میگفت اینجا جایی هست برای حرف زدن. شهاب حسینی که حرفاش این همه واکنش برانگیز شد گفت بیاین اونجا، بیاین روسن حرف بزنید. آقای حناچی شهردار تهران امشب صحبت کرد در اختتامیه و گفتش که اینجا جایی هست که ما میخوایم تمرین بکنیم گفتگو رو، تمرین بکنیم با هم بودن رو. بحث سر این هستش که شاید یه دفعه میکنن تحریم نکنیم تا بتونیم عقاید مختلف و مخالف همدیگه رو بشنویم اینجا و تمرین بکنیم که کنار بیایم با همدیگه، ولی این اتفاق نیفتاد و مشخصا اونجاهایی که ممکن بود بحثی در بگیره، صحبت از دو قطبی بودن بود، صحبت از تحریم کردن یا نکردن بود، هیچ نتیجه عایده هیچ کس نشد و دوباره سانسور حاکم بود، همونطور که ما قبلا هم در صدا و سیما دیده بودیم این اتفاق میفته. ماجرا به همین، یعنی میخوام بگم که اختتامیه فقط همین بحث ها درش وجود نداشت که ما بهش اشاره کردیم، بخش های مختلفی داشت. یکی از بخش های جالبی که من دیدم آقای شهیدی فر مجری اختتامیه بهش اشاره کردیم بود که سیمرغ ها امسال یه تیکه کوچیک طلا بهش هست، من اینو چندین بار هی تکرار کرد که این طلا نبوده قبلا، ما الان اضافه کردیم. علت چی میتونه باشه به نظر من؟ نمیدونم، فکر میکنم که شاید اولا سیمرغ ها ساخت ایران بود، این رو هم تاکید میکردن مگه سالای قبل نبود. نمیدونم، شاید نمیدونم، شاید بخشایش مال ایران بوده بخشایش نبوده، ولی این یکی ظاهرا کاملا ساخت ایران بود، چون هم داورا بهش اشاره میکردن هم آقای شهیدی اینطور گفت و اون طلایی که روش بود که خب بالاخره ارزشش رو بالاتر میبره، شاید قبلا فقط یه تیکه شیشه بود الان طلایی هم بهش اضافه شده، ولی به هر حال به نظر میاد که خیلی دلشون میخواد که با شکوه با جلال و شکوه برگزار بشه جشنواره اختتامیه. ولی نماهای دوری که دوربین‌های حاضر در سالن به عنوان من نشون من میدادن به عنوان مخاطب، یک عالمه صندلی خالی اون وسط بود که اسامی روش بود ولی حاضر نشده بودن، حضور پیدا نکردن. آقای ملکان جایزه گرفت، عوامل فیلمش حضور نداشتن، اونجا خودش اونجا حضور نداشت، گفتن در راه میرسه ولی باز بعدن دوباره صداش کردن روی صحنه، نبود اونجا که جایزش رو بگیره. آقای پیمان مادی حاضر نبود ولی پیام ویدیویی داده بود برای درخت گردو جایزه گرفت. خیلی های دیگه بودن که حاضر بودن، خیلی ها حاضر نبودن و به نشان اعتراض حاضر نشدن. یک تندیسی هم با عنوان قاسم سلیمانی سرباز وطن به یک فیلمی به اسم آبادان تعلق گرفت. متشکرم مریم زهدی. اما شهری در فنلاند برای افراد بالای 65 سال باشگاه ورزشی مجانی تأسیس کرده. شهردار کوریکا امیدواره که با این کار کسانی که به ورزش کردن تشویق میشن سالم‌تر بمونند و در طولانی مدت هزینه شهر برای مراقبت‌های پزشکی و اجتماعی پایین بیاد. این گزارش رو با هم ببینید. به یک باشگاه فنلاندی متفاوت خوش آمدید. تفاوتش فقط مربی آوازخوانش نیست. این باشگاه برای ورزش افراد مسن طراحی شده و اگر بالای 65 سال باشید می توانید مجانی از آن استفاده کنید. به هم یه دستبند دادن. وقت اون رو به این صفحه می زنم به من میگه که چیکار باید بکنم. این دستبند یک برنامه ورزشی سفارشی را که برای فرد مسن طراحی شده فعال می سازد. مجانی شدن باشگاه ایده شهردار بوده. از طرف شهرداری کوریکا تامین مالی میشه. بحث‌های زیادی در مورد موانع سلامتی وجود داشته و همینطور راه‌های بهبود سلامتی، اما اقدامی صورت نگرفته بود. محاسبه شهردار آسان است. ورزش می‌تواند احتمال ابتلا به زوال عقل، بیماری‌های قلبی و سرطان را کاهش دهد. باشگاه مجانی به این معنی است که این افراد نیاز کمتری به خدمات اجتماعی دارند. این طرح از سپتامبر 2018 شروع شده. به طور میانگین کسانی که در این طرح شرکت کردند ماهیچه‌هایشان قوی‌تر شده، تعادل بهتری دارند و دردهای کمتری احساس می‌کنند. این ماشین‌ها به جای وزن از فشار هوا استفاده می‌کنند. هدف کاهش صدمه‌های بدنی است. هفته ای دو روز میام اینجا. با دو چرخه میام. هر چهارشنبه ساعت 10 صبح همدیگر رو می‌بینیم. مسن‌ترینمون 95 سالشه. کسانی که به این باشگاه می آیند می گویند دوستان جدیدی هم پیدا کردند. بسیاری می گویند بهداشت روانیشان هم بهتر شده و احساس تنهایی کمتری می کنند. به پایین 60 رسیدیم. فعلا شب باش.